بعد از روی کار آمدن سنی های تندروی طالبان میلیون شهروند افغانستان از ترس جانشان تلاش کردند کشور خود را ترک کرده و به دیگر نقاط جهان پناه ببرند در این میان نزدیک به سه میلیون نفر تا به این لحظه از افغانستان خارج شده و به کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان پناه بردند ایران و پاکستان هر کدام با حدود یک میلیون مهاجر افغانستانی بیشتر این کشورهای استقبال کننده از مهاجران این کشور جنگ زده هستند. در همین حال بسیاری از افغانستانی هایی که تلاش می کنند خود را به کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا برسانند. تعداد قابل توجه از این شهروندان افغانستان آنهایی هستند که پیش از روی کار آمدن طالبان به بریتانیا خدمت کردند آنها یا کارمند سفارت این کشور در کابل بودند یا با نیروهای نظامی و یا حتی برخی شرکت‌های بریتانیایی یا حاضر در افغانستان همکاری می‌کردند و به آنها قول داده شده بود برای حفظ جانشان از خطر مرگ به آنها پناهندگی بریتانیا داده شود. اما اطلاعات و خبرهای دریافتی از این کشور حاکی از آن است که بیشتر این شهروندان نتوانستند موافقت دولت بریتانیا برای حضور در این کشور را به دست آورند در همین راستا روزنامه انگلیسی آبزرور با انتشار گزارشی در این باره نوشت به اطباع افغانستانی که به اتباع افغانستانی که نزدیک به یک سال پیش وعده پناهندگی و اسکان در بریتانیا را داده بودند در حالی که منتظر پاسخ دولت بریتانیا هستند پاسخی داده نشد و آنها با شکنجه و مرگ روبرو هستند طبق طرح اسکان مجدد شهروندان افغانستان ماه که ماه ژانویه 2022 راه اندازی شد حتی یک نفر از افغانستان پذیرفته نشده و این ادعا را برانگیخته که وزرای انگلیس نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند هدف از این طرح کمک به افغانستانی هایی بود که برای دولت بریتانیا کار میکردند یا به آن وابسته بودند از جمله کارکنان سفارت آن و معلمان شورای بریتانیا که همه آنها با آسیب شدید طالبان روبرو هستند.